Hallo an alle und herzlich willkommen bei uns in unserem Online-Deutschunterricht. Ich bin Soyang, eine Freundin von Ihnen und Ihre Lehrerin. Heute wollen wir über etwas Neues sprechen, über Aussehen. Dann bleiben Sie bitte auf jeden Fall bei uns. Salam به همگی، خیلی خوش اومدین به یک جلسه دیگه از آموزش زبان آلمانی با من سوگن در بامبو لنگویجز. امروز ما میخواییم راجع به چیز جدید صحبت بکنیم، راجع به ظاهر. پس حتما همراه ما باشین. اگر که تو الان کانال ما رو تو یوتیوب سابسکرایب نکردین، فراموش نکنین، لطفا حتما همین الان سابسکرایب بکنین و این زنگوله رو هم بزنین که هر وقت واسه جدید داشتین بهتون خبر بده، آپ تو دیت بمونین. دان، لاست اون سنت فانگن. Wie ich gesagt habe, wollen wir heute über das Aussehen mehr sprechen. Und das ist das Aussehen, kein Pluralform. Erstens, das Auge. Wir wollen über diese Farbe unserer Augen mehr sprechen. Das Auge, Pluralform, die Augen. Das Haar, Pluralform, die Haare. Er hat braune Augen und braune Haare. Zum Beispiel wie ich. Ich habe braune Augen und braune Haare. Oder zum Beispiel, er hat schwarze Augen und schwarze Haare. خب، گفتم میخواییم راجع به ظاهرمون صحبت بکنیم و خب حالا مثلا با رنگ چش رنگمون شروع کردیم. Das Auge, die Augen که چشم و چشم ها و حاقه هم که مو. اون موهای در واقع چشای قهوه‌ای و موهای قهوه‌ای داره. من گفتم مثل من هم چشای قهوه‌ای و موهای قهوه‌ای دارم. یا حالا اون ارحتش رو نوشتم مگلیشکایت ها یا گزینه های مختلفی که میتونیم داشته باشیم و برسون هی تو پرانتز گذاشتم چون دیگه یه ارحت دیگه ارحت شفرتز آگن شفرتز حاقه اون موهای سیاه چشای سیاه داره هل بلوند حاقه اون گاو آگن بلوند که همون بلوند خودمونه هل و دونکن تو جلسه رنگ ها بهتون گفتم هل بلوند یعنی بلوند روشن خیلی خیلی بلوند بلوند روشن گاو آگن که چشمای توسی oder dunkelblonde Haare, blonde Tiere و blaue Augen و چشمای آبی. Er hat, sie hat, ich habe فرقی نمیکنه. Rote Haare und grüne Augen, موهای قرمز و چشمای سبز. Oder weiße Haare und hellbraune Augen. مثلا یه چیز مایه عسلی میشه قهوه‌ای روشن. میگه که موهای سفید و چشمای قهوه‌ای روشن. چون دیگه واقعا صرف فاعل و فعلش آسون بود من دیگه نگفتم. صرفا این گزینه‌های مختلف رو گفتیم. حالا ich hab kurze Haare oder lange Haare. موی کوتاه یا موی بلند. Kurze Haare oder lange Haare. میدونین که kurz و lang gegenteil محسوب میشن. و میخوام مدل مو بگم. یا میگم ich habe locken یعنی من فر دارم یا بهتر بخوام بگم ich habe lockige Haare موی فر دارم ich habe lockige Haare oder ich habe gewellte Haare موی ویوی دارم یعنی موج داره موهام فر نیست موج داره یا glatte Haare ich habe glatte Haare موی صاف یا لخت اینجوری ich habe glatte Haare پس شد locken یا lockige Haare, gewellte Haare und glatte Haare. با من همراه باشین میخواییم بریم بقیه ویژگی های یه ظاهر رو بدونیم. خب، میخواییم راجع به مدل های ریش و سیبیل و اینا صحبت بکنیم. اول اینکه اینو بهتون بگم، ما هم میتونیم داشته باشیم، یعنی آقایون هم میتونن ریش و سیبیل یا اینا رو داشته باشن، هم میتونن مثل انگلیسی که میگیم wear، هم میتونن انگار بپوشن یعنی بگیم میدونین فارسی میگیم طرف ریش گذاشته اون میشه trägt توی آلمانی یعنی هم haben میشه هم tragen میشه hat einen Schnurrbart Schnurrbart میشه سیبیل hat einen Schnurrbart oder trägt einen Schnurrbart trägt einen Schnurrbart یه سیبیل انگار مثلا میپوشه بخوایم بگیم hat einen Vollbart. ریش و سیبیل کامل داره. hat einen Vollbart. Oder hat einen Bart. ریش داره فقط. hat einen Bart. Oder hat keinen Bart. هیچی نه ریش داره نه سیبیل داره.
Er hat keinen Bart. Hopp, pass Schnurrbart, Vollbart, Bart und keinen Bart. حالا راجب مدلمون که در واقع راجب تاسی غیر تاسی و اینا. Er hat schwarzes volles Haar. Er hat schwarzes volles Haar. موی پر مشکی داره. Schwarzes volles Haar. Oder er hat eine Halbglatze. Er hat eine Halbglatze. گلاتسه میشه تاسی، کچلی. حلب گلاتسه میشه نیمه، کچلی. منظورش یعنی مثلا اینجا خالیه، اینجا مو داره یا برعکس. Er hat eine halb glatze oder er hat eine glatze. Er hat eine glatze. یه تاسه دیگه. میخوایم راجب مدل موهای خانوما بیشتر صحبت بکنیم الان. که حالا مدل موهای مختلفه، نمیدونم دمبسپی و دم موشی و این صحبت. Sie hat einen Pferdeschwanz. Sie hat einen Pferdeschwanz. مدل موی دومسبی داره، یه دومسبی داره. یه دونه بالا می‌بنده میگه. Sie hat einen geflochtenen Zopf. Sie hat einen geflochtenen Zopf. یه دونه تار بافته داره، یعنی موهاشو تو یه دونه بافته. Geflochtenen Zopf. Oder sie hat einen Knoten. Sie hat einen Knoten. یعنی یه گره داره. منظور از یه گره چیه؟ یه گوجه داره بالا. Sie hat einen Knoten. اینا همه اسمه ها. ببینید داریم میگیم sie hat. اینو داره. Sie hat Ratenschwänzen. اینجا میگفتیم Schwanz. اینجا میگیم Schwänzen. یعنی جمع دیگه. حداقل پس دوتاست. قاتن شونسن اینه که دوتا آدم از این ور ببنده، همجور ساده. یعنی دنبه موشی میگیم به فارسی فکر میکنم. زی هت اینن افن شاوکلن. زی هت در واقع اینه نداره اینجا چون میگیم شاوکلن. زی هت افن شاوکلن او در اینن افن شاوکلن. چیه؟ این مدل مویه که اینجا براتون کشیدم. قدیما اینا رو تو هم اینجوری نمیدونم میبافتن چیکار میکردن، دوباره برمیگردوندن به همون جایی که بود. این میشه افنشاوکن. خیلی قدیمیه ولی خب حالا گفتم بهتون بگم. یا زی هت اینن دیگه نه، اینجا میگیم گفلوختن تاپف. چون گفتیم تاپف، اینجا میگیم تاپف. یعنی دوتا یا بیش از دوتا موی بافته داره. این یه دونه بود، این دوتاست، جمعشه. حالا میخوایم راجع به پوست صحبت بکنیم. پوست اول که خودش دی هاوت یعنی پوست. دی هایت پوست ها پلورال فرام. میخوایم بگیم رنگین پوست یا تیره پوست، پوستش تیره است یا روشنه. Sie ist dunkelhäutig. Sie ist dunkelhäutig. Oder hellhäutig. Dunkelhäutig oder hellhäutig. Dunkel میدونین میشه تیره، hell میشه روشن. رنگین پوست یا پوستش تیره است یا روشنه. Dunkelhäutig oder hellhäutig. حالا حالتهای مختلفی که اگه مثلا فرض بکنیم که رفتیم چه میدونم تعطیلاتی چیزی، ممکنه که مثلا برونزه شده باشیم، اونا رو چجوری میگیم؟ Er ist oder sie ist gebräunt. برونزه شده، تند شده به انگلیسی. Er ist gebräunt. Oder er ist oder sie ist blass. Blass یعنی حالا بعضی وقتا به بلس میگیم رنگ پریده ها، ولی کلا کسی که میگیم فلانی بلسه یعنی خیلی سفیده، خیلی رنگش روشن. Er hat einen Sonnenbrand. اینجا این آفتاب گرفته بود، برونزه شده بود، اینجا این آفتاب گرفته، آفتاب سوختگی داره. Er hat einen Sonnenbrand. آفتاب سوختگی داره، sunburn داره. خب این یه سری از چیزایی بود که ما راجع به ظاهر یه نفر میتونستیم بگیم. با من همراه باشیم، میخواییم وارد چیزای جدیدی بشیم. Jetzt wollen wir über das Gesicht, über die Gesichtsformen sprechen. Wir haben das Gesicht, die Pluralform ist die Gesichter. Das Gesicht, Pluralisch, میشه die Gesichter. میخواییم راجع به فرمای صورت صحبت بکنیم. Gesicht خودش یعنی صورت. ما پنج فرم اصلی صورت داریم. Das ovale Gesicht. Das ovale Gesicht. یعنی فرم صورت بیزی. اوال همون اوال انگلیسی.
Das längliche Gesicht. Das längliche Gesicht. Yani surat kashide. Das herzförmige Gesicht. Das herzförmige Gesicht. Surat ki formish qalbi, surat qalbi shekl. Das runde Gesicht. Das runde Gesicht. Surat ki formish gerde. Das eckige Gesicht. Das eckige Gesicht. Yani surat ki masalan zaviye dare, az in surat zaviye dara dige, tujuri bad. Masalan ostokhuniye. حالا این از اینا میخوایم بریم یه سری ادجکتیوی که حالا این گگنتاله ادجکتیو ما قبلا با هم خوندیم مخالفاشو میخوایم بریم یه سری رو تو جمله بخونیم و اینایی که راجع به آوسهن رو دوباره با هم ببینیم. آوسهن هم که یعنی ظاهر. Mein Porta ist groß, aber ich bin klein. اینجا groß و klein یعنی بلند و کوتاه. من برادرم بلند قدش بلنده ولی من کوتاهم. من قدم کوتاهه. Meine Oma ist hübsch, aber mein Opa ist stark. مادر بزرگ من خوشگل زیباست. حالا میدونین هوبش بیشتر برای خوشگل استفاده میشه. شون مثلا زیبایی که کلن مثلا میتونیم بگیم در تیش است شون ولی نمیتونیم بگیم در تیش است هوبش. هوبش برای شخص استفاده میشه. حالا مادر بزرگ من خوشگله ولی پدر بزرگم مثلا قویه. شتارک یعنی قوی میدونین معنیشو. ایش بین شلنک. شلنک یعنی لاغر. شلنک یا دون. هر دو به معنای مثلا ظریف لاغر اینجوری. Sie ist nicht schlank, aber kräftig. اون یک خانوم شلنگ نیست، لاغر نیست، ولی نیرومنده. کرفتیج معنای کرفت یعنی نیرو، کرفتیج یعنی نیرومند، قوی، اینجوری. Meine Tante، حالا میخواییم بگیم راجع به قد و وزن چجوری باید صحبت بکنیم. مثلا، Meine Tante ist 1,65, مثلا میتونیم بگیم 1,80، میخواییم بگیم 1,80، 1,80 oder 1,65 یا 1,65 متر 1.65 متر بلند، گروس، گفتم دیگه این گروس اینجا یعنی قدش بلنده، یا اصلا میتونیم این متر رو نگیم، کما رو وسطش نگیم، بگیم 1 مثلا 80، 1,70، 1,60، 1,60 اینجوری. متر گروس und wiegt وزن داره 50 کیلو گرامز oder کیلوز 50 کیلوز wiegt wiegen یعنی وزن داشتن پس چجوری میگم meine Tante ist انقدر حالا متر گروس und wiegt انقدر کیلوز oder کیلوگرامز اوکی اینم دوباره بهتون بگم دیگه یا میتونیم 1 کما با مترش بگیم یا اصلا میتونیم همون 1.80 1.70 هرچی گروس اوکی هرچ حالا این یه سری اطلاعات بود با من همراه باشین میخوایم راجع به یه سری اطلاعات که راجع به مثلا پوشیدن یه سری لباسا یا اکسسوریا باشه که با اون بتونیم طرفو بشناسیم صحبت بکنیم یه مثال دیگه هم از این موضوع داریم که حالا پیر یا جوان بودن Das Baby ist eine Woche alt. Ist sehr jung. این بچه یه هفتشه. خیلی جوونه. خیلی کوچیکه. Eine Woche alt. Ist sehr jung. Mein Uropa. Uropa یعنی جد پدریم. Great grandfather. یعنی مثلا پدر بزرگ مادرم یا پدرم. Mein Uropa ist 100 Jahre alt. Ist sehr alt. پدر بزرگ حالا جد پدری 100 سالشه اون خیلی پیره در مقایسه با این بچه دیگه ببینیم این یه هفتهش اون 100 سالشه حالا میخوایم یه چیز جدیدی رو ببینیم میخوایم ببینیم که با لباس پوشیدن یه طرف یه نفر چجوری میتونیم توصیفش بکنیم Where is Nina؟ نینا کیه؟ نینا کدومه در واقع؟ حالا کدومه میشد ولشه ها ولی where یعنی چه کسی؟ نینا hat ein rotes Kleid an این کلاید رو نمیدونم هندوینا رو تو جلسه یه کلایدونگا کامل بهتون درس دادم گفتم. پس اگه نرفتین اول بریم به اون یه سر بزنیم. نینا هات این روتس کلاید ان. اون یه لباس قرمز پوشیده. دی میت دم روتن کلاید. پس جواب ویر است نینا چی میشه؟ میشه دی میت دم روتن کلاید. اون خانومه میبینین دی یعنی فمینینه دیگه. با لباس قرمز. Where is Tom? Tom کیه؟ Tom hat ein blaues Hemd an.
تام یه پیرهن مردونه آبی پوشیده. پس تام کیه؟ در اینجا دی بود به خاطر نینا، اینجا تام مسکولینه دیگه. در mit dem blauen Hemd. Der mit dem blauen Hemd. Wer ist Lisa? Lisa hat ein gelbes T-Shirt an. Lisa یک تیشرت زرد پوشیده. یک تیشرت زرد داره. ده همراه مثلا روی خودش همراه خودش یک تیشرت زرد داره. دی به خاطر لیزا بودنش mit dem gelben T-Shirt. Wer ist Lisa? Die mit dem gelben T-Shirt. اون خانومه یا اونی که تیشرت زرد داره یا اون با تیشرت زرد. Wer ist Laura? Laura hat ein lila Kopftuch an. Kopftuch براتون گفتم دیگه. مثلا headband که یعنی از این کشیانه. شالی که میندازیم رو سرمون یا مثلا رو سری اینجوری. یا حتی بعضی وقتا مقنعه. لورا هات این لیلا کپتوخ ان. اینجا منظور این که لورا یه روسری بنفش داره. دی mit dem لیلا کپتوخ. دی mit dem لیلا کپتوخ. حالا همه اینا رو میبینین صفت ها خب صرف شده. ان گرفته. چرا لیلا نگرفته رو کامل براتون توضیح میدم. Wer ist Maria? Wer ist Maria? Maria کیه؟ Maria hat einen langen Rock an. ماریا یک دامن بلند داره. یک دامن بلند پوشیده. پس ماریا کیه؟ Wer ist Maria? Die mit dem langen Rock. اونی که دامن بلند تنشه. یا اونی که دامن بلند داره. Die mit dem langen Rock. اینا مدلایی بودن که من مثلا میتونستم یه نفر رو بر حسب لباسی که پوشیده بخوام توصیف بکنم. قبل از این ما اومدیم راجع به نمیدونم انواع مختلف صورت، مو، رنگ چش، رنگ مو، نمیدونم مدلای مختلفی که بود صحبت کردیم. همراه من باشین یه دوره کوتاه بکنیم و تمام. خب یه دوره بکنیم رو تمام چیزای مهمی که خونده بودیم. مسلمان رو همش نمیتونیم دوره بکنیم. در بارت، بارت میشد ریش. شنوربارت یعنی سیبیل. فال بارت شد سیبیل کامل یا طرف گفتیم کاینن بارت. کلن ریش ندار. لنگه اون کتز هاقه. هل بلونده، دونکل بلونده، گراوه، ویسه، شورته، براونه، هاقه و ده آوگن. اینا رنگایی بود که برای مو یا چشم استفاده میشد. مسلما ما چش بلوند نداریم. یعنی میدونین که یه سریاش برای چشم استفاده میشه، یه سریاش نمیشه. حالا مثلا گونه برای چشم استفاده میشه، ولی شاید برای مو، البته استفاده میشه، موی سبز هم دارن، ولی خب حالا نه اینقدر. اینا پس رنگهایی بود که برای حق یا آوگن استفاده میکردیم. حالا مدل موی که میتونستیم داشته باشیم یا موهای ما گلته یعنی لخت یا صافه، یا لوکیه یعنی میگیم لوکیه او دا لوکیگ حق، موی سر یا ویو داره، موج داره، گولت حق. این هم مدل های مختلفش. چاق و لاغر، دیک میشه چاق، شلنگ یا دون میشه لاغر. پس دیکون دون اگه که راحت تر اینجوری یادتون میمونه. شلنک هم همون لاغر ظریف معرف اینجوری. هوبش خوشگل و هسلیش زشت. این بود از چیزهای مهمی که من احساس کردم باز دوره اگر بشه خالی از لطف نیست. Und das war unsere heutige Sitzung. In dieser Sitzung haben wir einige neuen Wörtern, einigen Sätzen über Aufsehen gelernt. Ich hoffe, dass Sie alle diese Sitzung wirklich gut und sinnvoll finden. این بود از جلسه امروز ما. ما اومدیم تو این جلسه یه سری کلمات جدید و جملات جدید راجع به ظاهر یاد گرفتیم. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. لطفاً اگر براتون مفید بود حتما لایک بکنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. سابسکرایب کانالمون رو تو یوتیوب فراموش نکنین. خیلی خیلی ممنون که تا اینجای کار همراه ما بودین. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später.